از منم سلام برادر خواهرای عزیز میمونای عزیز. تشکر میکنم در این هوای عالی که خیلی هستن که تو پارک هستن اونجا لذت میبرن، کباب درست میکنن. شما آمدین و خدا رو میخواین جستجو کنین و مطمئن هستم خدا امروز هم با قلبتون صحبت خواهد کرد. موضوع امروز چیه؟ خدا محبت هست. شلوس آوس نسیم میگفت. دیگه بحثی نیست، حرفی نیست، دیگه در موردش احتیاج نیست صحبت کنیم. الان بریم جشن بگیریم. آماده هستین؟ در کتاب مقدس دو بار نوشته شده که خدا محبت هست. دو بار فقط. اینم در رساله یوحنا بود. و در مورد قدوسیت تقریبا بیشتر از 900 بار چیزایی که مربوط به قدوسیت داره، بیشتر از 900 بار در مورد قدوسیت صحبت میکنه. در مورد خدا محبت از دو بار. من فکر کردم گفتم چرا الان فقط دو بار نوشته؟ این موضوع مهمیه چون خدا محبت هست. و این احساس رو داشتم که خدا میگه که ببین الان کتاب مقدس از اول آخر بخون، اینجا مشخص میشه که من محبت هستم. من احتیاج نیست بیام اونجا بگم که من محبت هستم. دست منو که در کتاب مقدس نگاه کنین، از پیدایش نگاه میکنین به مکاشفه، میبینی که پر از محبته. همین سرودی که خیلی دوست دارم میگه محبت او جاری هست و محبت او ریخته میشه. مخصوصا که امروز هم دوست داشتم این سرود رو بخونیم، این چه محبتی چه لطفی بود در مورد صلیب. معمولا اینو میخونیم توی در زمان عید قیام یا جمعه صلیب. فقط اینجا مخصوصا که اشاره میکنه به محبت خدا، فیض خداست. و اینجاست که میبینم که خدا احتیاج نیست که خودشو اینطوری معرفی کنه و عیسی مسیح ببین ما محبت هستم. میگه که بیاین کارهای من رو نگاه کنین، چیزایی که چطور عمل میکنم، چطور از همینطور پیدایش رو کردم، چه نقشه‌ای داشتم برای این دنیا، چه فکری داشتم برای این دنیا، چطور رفتار کردم با این قوم اسرائیل، چقدر خطا کردن، چقدر اشتباه کردن. بعد دست منو میتونی از اول ببینی تا آخر. به این خاطر این صدا میفکر کنم خیلی بلنده، درسته؟ حالا یکم بهتر شد. به این خاطر دوست داشتم الان راحت بشینین ببینیم که خدا امروز چه کاری میخواد انجام بده. من کی هستم عزیزان؟ کی هستم که بتونم در مورد محبت خدا یعنی برای شما ثابت کنم یا موعظه کنم؟ ما در مورد ذات خدا صحبت میکنیم. تمام میگه که آسمون ها نمیتونن اون خدایی که ما رو خلق کرده چی بکنن؟ آسمون ها نمیتونن خدا رو چی میگن؟ چیه؟ جا بده. یا اونقدر عظیم هست، اونقدر خدای ما خدای قدوس هست. نسین هفته گذشته در مورد همون اشعیا نبی باب 6 صحبت کرد، زمانی که اشعیا خدا رو دید آسمون پر از جلال بود، فرشته ها بود و پرستش میکردن، شکرگزاری میکردن، ردای او آسمونا رو فرو گرفته بود. در مورد این خدا صحبت میکنیم. الان وارد این قلب او میشیم که خدا محبت است. یعنی ذات خدا محبت است. محبت از خدا جدا نیست. هر جایی که در مورد خدا صحبت میکنیم در مورد محبت صحبت میکنیم. محبت یک صفت خدا نیست، محبت خود خداست. پس من کی هستم که بیام اینجا توضیح بدم، موعظه کنم؟ آها شما بگید آها الان فهمیدم. متوجه هستیم؟ منم اونجا مثل شما اونجا
از خدا گدایی میکنم. شاید گدایی میشه چی؟ یعنی واقعا میگم تشنه هستم، میگم خداوند تا تو خودت رو، این محبت خودت رو مکاشفه نکنی. یه چیز روحانیه، یه چیز جسمانی نیست محبت خدا، یه چیزی نیست که نفس من بتونه بفهمه. متوجه هستی؟ من فکر میکنم خدا این احساس رو که به ما داده که در این دنیایی هم که ما داریم که بتونیم این رفتارهایی که با هم دیگه داریم، احساسهایی که داریم که بیشتر هم همینطور، نه فقط چیزهای مثبت، چیزهای منفی هم هست، دردهایی هم هست، حتما هم چشیدین محبتی در محبتی دردی هم هست، ما میتونیم حتی درد بکشیم. این تمام چیزهایی که خدا، اینم محبت خداست که خدا به ما این امکان رو داده که بتونیم چیزها رو بچشیم و همینطور هم تمرین کنیم. فقط من فکر میکنم عزیزان، من فکر میکنم اینطوری که خدا میخواد محبت خودش رو به وسیله روح مکاشفه کنه، من فکر میکنم دیگه ما خودمون باید آماده کنیم و بطلبیم که این مکاشفه از خداوند بیاد، یعنی یه چیزی روحانی باشه. ما خیلی، منم همینطور، خیلی در مورد محبتی که صحبت میکردیم تمرکزمون بیشتر نفسانی، یعنی از طریق احساس بود. زمانی که احساس میکنم اون موقع میگم که آها، حضور خدا اینجاست، خدا منو دوست داره. نه اینطوری نیست؟ زمانی که مخصوصا میایین اینجا جلو و اونجا ما دستگذاری میکنیم یا دستگذاری نمیکنیم، یا هم بعضی وقت هم توی خونه خودتون هستین اینجا پرستش میکنین و ما دوست داریم یه چیز رو احساس کنیم و خدا من هم این فیض رو میبخشه که بتونیم احساس کنیم. فقط محبتی که در مورد صحبت میکنیم که خدا محبته، این محبتی که میخوایم، این آگاپهی که میخوایم دریافت کنیم، فقط و فقط به وسیله روح، چون خدا روح هست، دریافت کنیم. محبت خدا با بصیرت عقلی آشکار نمیشود، یک مکاشفه روحانی هست. ما یک سرودی هم الان خوندیم در افسیسیان باب 3 آیه 19 میگه که و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت هست، یا اگرچه بالاتر از فهم بشر هست، تا از پوری کامل خدا کامل پر شویم. یعنی محبتی هست که من نمیتونم توضیح بدم، یک محبتی هست که نمیتونیم در موردش هم حتی قسمتهایی میتونیم موعظه کنیم، بلکه زمانی یک کسی که یک محبت روحانی رو که خدا این مکاشفه رو میبخشه بچشه، یا به ما میبخشه، فقط میتونیم بچشیم. و این محبتی هست عزیزان که زندگی ما رو دگرگون میکنه، ما رو تبدیل میکنه. محبت هایی که ما با احساس ما دریافت میکنیم، نمیخوام بگم کاری نمیکنه، به هر حال یه قسمتی شاید ما رو کنجکاو کنه، شاید یکم ما رو بیشتر تشویق میکنه، بیشتر به حضور خداوند بیایم، بیشتر خدا رو جستجو کنیم. فقط زمانی که یک ملاقاتی با محبت خدا در روح، یک مکاشفه ای که خداوند به ما میبخشه، این مکاشفه محبت او در ما یک کاری میکنه و این محبت او در ما یه چیزی، یک چشمه روشن میکنه که ما شروع میکنیم بیشتر طلبیدن. دیگه روی احساس نیستیم، دیگه روی احساس شروع نمیکنیم، بلکه روی ایمان شروع میکنیم. آمین. شاید این تعلیمایی که الان من میدم، من راستش بگم منم الان چند مدت از کلنجار میکنم با این کلام و از این کتاب میخونم و چیزا یاد میگیرم. فقط یاد گرفتن نیست، زمانی که میخونم و میگم خدا من چطوره، بعد از این شروع میکنم به عمل کردن و همینطور راه رفتن با محبت و در این محبت هم شکست میخورم و دوباره باید یاد بگیرم، چون واقعا ما روبروی خدا هستیم.
و نمیتونم توضیح بدم، شک بدم. این خاطر خداوند میگه که از من یک تصویری نسازین. ده فرمان. نمیتونیم. شما نمیتونین یه تصویری از من بسازین. فقط خدا میگه که احتیاج نیست، من خودم میام به وسیله روح خودم رو به شما، این مکاشفه رو به شما میدم و مکاشفه محبت خودم رو به شما میبخشم. فقط برای زمانی که ما صحبت میکنیم، مثلا ما مسیحی ها، ما میگیم خدا محبت خیلی سخته در این دنیا، این دنیایی که الان پر از ظلم و درد و همینطور جنگ هست، خیلی سخته برای این دنیا فهمیدن که خدا محبته. زمانی که من عنوان یه مسیح میگم که خدا محبته، میگه که تو احمق شدی، تو مغز چستشو شده و همینطورم، اصلا کجاست محبت؟ نگاه کن به دنیا، کجاست محبت خدا؟ اگر خدا اینطوری، اگر خدا، من فکر میکنم همه ما اینو شنیدیم و واقعا هم یکم سخته. زمانی که واقعا نگاه میکنیم، یک کسی که مثال میگم یک محبوبی هست، الان بچهش یا مادرش پسرش مرده، تصادف کرده، خیلی سخته الان اونجا میگیم که خدا محبته. اون پر از درد و اشکه. و این دنیا هم به هر حال یک خداهایی برای خودشون ساختن که خدا نیست، یعنی میگم حباب‌هایی هستن یا چیزهای بت‌هایی هستن که برای خودشون ساختن. ما فقط میتونیم، خدا رو شکر، ما میتونیم به وسیله کتاب مقدس، اونجا آشکار میشه، اونجا خدا راه میره، اونجا خدا یک قومی انتخاب میکنه، با این قوم داستان مینویسه، تاریخ مینویسه، وعده هایی میده، وعده ها انجام میشن، وفاداری خداست. اینجا نگاه میکنیم، وعده های خداست. فقط و فقط عزیزان به وسیله کتاب مقدس ما میتونیم با یک خدای آشنا بشیم، و زمانی که به اون خدای آشنا میشیم و بیشتر میخونیم و باور میکنیم و هر چقدر به وسیله ایمان باور میکنیم، چیزها رو دریافت میکنیم. همینطور که خدا گفته که در یوحنا باب 4 میگه که خدا روح هست، هر کسی میخواد خدا رو پرستش کنه یا میخواد با او به ارتباط برقرار کنه به وسیله روحه، و اینم به وسیله ایمانه که ما همه چی رو ما دریافت میکنیم. فقط زمانی که ما الان اینجا ایستادیم به کتاب مقدس رو میخونیم، و این دنیا هم عزیزان اونقدر الان محبت خدا یا اینقدر کلام خدا یا دانش این دنیا اونقدر زیاد شده که یک شخصی که هنوز ایمان نداره نمیتونه درست تشخیص بده که خدای ما، خدای کتاب مقدس، عیسی مسیح واقعیته. یکی از عضو خانواده ما که خیلی در این قسمت‌های فلسفی دنبالش میره و همینطور هم کنجکاوه و همینطور هم کتاب میخونه، با ایشون هم صحبت میکردم، گفته که همون مسیحی که تو میپرستی همون چیزی هست که در این دنیا این دانشمندا پیدا کردن. همه چی یک به یکه و اونجا نمیشه درست ثابت کرد که یه فرق میکنه، جز از این که بتونم هدایت کنم به کتاب مقدس، اونجا یک نشون بدم به اون خدایی که شخصیت داره. ما رابطه داریم نه با یک خدایی که یک حبابه، یک خدایی که برای خودمون یه چیزی درست کردیم بگیم من فکر میکنم این خداست، بلکه ما میتونیم بریم به کتاب مقدس بگیم که اینه، این خدای ما شخصیت داره، رفتار داره، فکر داره، احساس داره، و این خدا خدایی است که منو شبیه خودش خلق کرده و میتونم به خودم نگاه کنم و از چیزایی که خدا من به ما بخشیده با این بتونم با خدا آشنا بشم و همینطورم با شخصیت او، با محبت او. مهمترین چیز برای من که خدا محبت اینه که
که خدا منو شبیه خودش خلق کرده، این محبت او بود که میتونم با این محبت خدا رو دریافت کنم. یعنی تمام امکانهایی که یک انسان، یک شخصی میتونه وجود داشته باشه که محبت خدا رو دریافت کنه، ما انسان هستیم. این نشانه محبت خدا که میگم خدا محبت هست، منو خلق کرده که بتونم او رو بچشم، محبت او رو بچشم و شبیه او بشم. پشت این میتونم بگم پس من الان مهم نیست که حال من چطوره، مهم نیست که چه مشکلی دارم، مهم نیست که کدوم طوفانا هستم، فقط برای من ثابته خدا محبتش شلوس آز. و به وسیله کتاب مقدس میتونیم با اون خدا، با اون شخصیت او، با صفتهای او آشنا بشیم. همزمان به هر حال نگاه میکنیم تمام طبیعت رو که عزیزان نگاه میکنم. یک ماه پیش بود که در موردش هم صحبت میکردم، در مورد لذت ها صحبت میکردم که زیباتری، یعنی یک خود عیسی مسیح بزرگترین لذت ماست که ما اونجا خوشبختی کامل درونش هست، در این محبتی هست. این را در مورد صحبت کردم. فقط زمانی که میخواییم واقعا باور کنیم، یا بیشتر بگم ثابت برای ما بشه که خدا محبت هست، احتیاجم حتی میتونم بگم زمانی که الان عیسی مسیح رو نگاه میکنم، کار عیسی مسیح رو نگاه میکنم، یه چیزی دیگه هست. فقط زمانی که واقعا به شما عزیزا میرم توی طبیعت و اصلا وارد طبیعت میشم، و مثلا با نسلینم رفته بودیم ایتالیا، اونجا هم طبیعتش یکم فرق میکنه، فقط این تمام هستی هایی که چطور با چه فکری، با چه انگیزهی، با چه خلاقیتی خدا خلق کرده، فقط نگاه میکنم عزیزان میتونم بگم خدا محبت هست. احتیاج الان نگاه نمیکنم به صلیب، احتیاج نیست الان به قیام عیسی مسیح، درد عیسی مسیح نگاه میکنم، به طبیعت نگاه میکنم. با نسلین هم میتونم، اونجا صحبت میکردیم، گفتیم که این دانشمندان این دنیا همه چی رو اختراع میکنن، خیلی چیزای هستن اختراع میکنن، فقط یک دانشمند، یک انسان نمیتونه یه چیز رو خلق کنه که حیات توش باشه. از فقط خیلی چیزایی خلق میکنن، خیلی چیزایی خلق نمیکنن، بلکه اختراع میکنن. فقط اینم که نگاه میکنم عزیزان، زمانی که میگم که انسان چقدر پیشرفت کرده، هنر چقدر پیشرفت کرده، حتی اینم که نگاه میکنم میگم خدا محبته. چون نگاه میکنم که الان یک ارکستر کلاسیک رو نگاه میکنم، این دستگاه موزیک رو نگاه میکنم، این صداها رو نگاه میکنم یا گوش میکنم، و این آهنگهایی که ساخته شده، زمانی که اینو نگاه میکنم، این از کجا میاد؟ انسان کرده؟ خدا به اختیار انسان گذاشته که انسان، این استعدادهایی که در انسان گذاشته، اینهاست که جلال خدا رو نشون میدن. من احتیاجم حتی نیست به صلیب نگاه کنم، همون واقعا موهای تنم سیخ میشه زمانی که نگاه میکنم به این موزیک ها، به این دستگاه های موزیک، به این طبیعت، میگم خدا محبت هست، چیزی دیگه وجود نداره. مهم نیست الان من کجا هستم، در چه دردی هستم، زندان هستم، زندان نیستم، هر جایی که ثابت میشه برای من خدا محبته، چون هر چیزایی که هست از خداست. تمام کوچکترین برگی که هست با این درخشش خودش، میگم که چه فکری داشتی خدا که اینو اینطوری خلق کردی. متوجه هستین؟ یه زمانی به هر حال من اینطوری فکر میکردم، گفتم خب این تمام کارهای انسانه، خدا یه چیز دیگه هست. فقط بعد از این یهو متوجه شدم که نه، هر چیزی که عالی، خوب، شگفت انگیزه که حتی از طریق انسانه، اونجا جلال خدا دیده میشه. گوش میکنین عزیزان؟ هستین شما؟ من دوست دارم واقعا با چشمای باز زندگی کنیم. الان عیسی مسیح رو گذاشتم الان یک کوتاه کنار، منظور اینه که طبیعت رو نگاه میکنیم، نمیگیم که خدا خلق کرده، این که هست. فقط خیلی هستن که میگن که خدا هم خلق نکرده، این همینطور تئوری داروین و اینطوری چیز، خیلی هستن که خدا خلق کرده،
من میگم درسته، نه فقط خدا خلق کرده، از طریق طبیعت متوجه میشیم خدا محبت هست. شلوس آز، اونقدر میگم شلوس آز که بفهمیم، یعنی بس نیست و لذت میبرم. و چطور عزیزان، خدا حتی از طریق طبیعت، از طریق همه چیزی که ما روز به روز راه میریم، حضور خداست، روح خدا اینجاست و ما را هدایت میکنه که صحبت میکنه، از طریق طبیعت، از طریق بلبل ها، از طریق صدای بلبل ها، صدای هزاران صداهای مختلف وجود داره و ما با خدا راه میریم هر روز و خدا میخواد با ما صحبت کنه از طریق طبیعت. میگم عیسی رو میگذارم کنار که بزرگترین محبتی بود. فقط زمانی که با چشمای باز نگاه کنیم و میریم ببینیم که ما الان زندگی میکنیم، در مسیح هستیم و زمانی که میگیم در مسیح هستیم، اینم محبت خداست. من در مسیح هستم، ما خلقت تازه هستیم. کتاب مقدس هم میگه که ما در این دنیا هستیم، فقط از این دنیا نیستیم. آقا چطور میتونم من در این دنیا باشم از این دنیا نیست نباشم؟ فقط من اینطوری تصور میکنم عزیزان، این من تصور میکنم. همینطور هفته گذاشتم تو این تبدیلم گفته بودم، یک زن زمانی که حامله هست یک جنینی در رحمشه، درسته؟ این جنین در رحم مادرشه، فقط جدا از مادره، درسته یا نه؟ در مادره و جدا از مادره. و یک روز به هر حال زمانی که زایده میشه، اون موقع هست که به هر حال یه زنده میشه، نفس میکشه و جدا از مادر. ما الان در مسیح هستیم. تقریبا نگاه کنیم، واقعا هر چیزی که خدا خلق کرده، الان عیسی مسیح آمده یک جامعه جدید به وجود بیاره، مثل اینکه الان ما جنین هستیم، در رحم این دنیا هستیم و یک روز زایده خواهیم شد. یک روز زمانی کلام خدا میگه، زمانی که عیسی مسیح خواهد آمد و ما هم او جلوی او خواهیم ایستاد و اونجا همینطور که خودش هست ما هم خواهیم بود. به این خاطر زمانی که من میگم من در مسیح هستم دیگه، دیگه متعلق به این دنیا نیستم و این فکر و حکمت محبت خدا بود که من در اونجا باشم با یک امید جدید. مشخصه که این حکمت خدا بود از اول. در افسسیان هم نوشته که ما رو فرزند خوانده، فرزندی به خوشنودی اراده خودش، به واسه نه نگاه کنیم بخونم، بر حسب تا او رو پسرخوانده شویم به واسطه عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود. زمانی که اینا نگاه میکنم میبینم که همون که من خلق شدم و شبیه خدا، یعنی ما همه خلق شده به شباهت خدا، این یک خوشنودی خدا بود. خدا لذت میبرد ما رو خلق کنه و اون موقع میدونست که چطور عیسی مسیح رو خواهد فرستاد و چطور ما نجات پیدا میکنیم و چطور وارد مسیح میشیم، در بدن مسیح قرار میگیریم و چطور ما یک روز به شباهت خدا بر میگردیم. این تمام کارهایی که هست که خود عیسی تو فکر، تو قبل از بنیاد عالم خدا در خودش این تصمیم رو گرفت. و زمانی که این چیزها رو نگاه میکنم،
چون من میخوام با خدا، با محبت خدا آشنا بشم، پس زمانی که به این کتاب مقدس نگاه میکنم میبینم این خدایی هست چه فکری کرده که ما رو شبیه خودش خلق کنه و چه فکری کرده ما رو فرزند خوانده و چه خوشنودی، چقدر لذت میبره ما رو به وجود بیاره. پس میتونم بگم خدا محبته. میدونی اینجاست که ما باید مواظب باشیم به احساسهای خودمون تکیه نکنیم. احساس یه چیزی دیگه میگه. احساس میگه وضع تو رو نگاه کن، چقدر مشکل داری، چقدر این هستی، چقدر اون هستی. فزمانی که با چشمای خودمون نگاه میکنیم این چیزایی که از که خدایی که توی کتاب مقدس اونجا نوشته و واقعا نه از یک خود دلسوزی نگاه کنیم، از یک پر از درد نگاه کنیم، پر از نیاز نگاه کنیم. الان یه چیزی میخوام برای خودم، بلکه از خودمون بیرون نگاه کنیم به او. اون موقع هست که زمانی که با ایمان نگاه میکنیم، با ایمان نگاه میکنیم، اون موقع هست که همه چیزهای روحانی منتقل میشه. ما باید یاد بگیریم از خودمون بیرون نگاه کنیم، خدا رو جستجو میکنیم و میخوای با خدا ارتباط قرار بکنی. خودت هم میدونی که زمانی به خودت نگاه میکنی، ضعف ها رو میبینی، تمام مشکلات رو میبینی، اصلا حوصله نداره خدا رو پرستش کردن، اصلا دیگه کلافه میشی. و زمانی که همون سرودی خوندیم که همینطور که اصلا من باور میکنم تو منو دوست داری و میخوام با این شخصیت تو، محبت تو آشنا بشم خداوند، و باور میکنم تو محبت هستی، از خودم بیرون نگاه میکنم، چون تمام چیزایی که تو انجام دادی، الان در مورد طبیعت صحبت کردم، میگم طبیعت نشون میده که خدا محبته. حتی این طبیعتی که الان به هم خورده، انسان خرابی به وجود آورده، تمام این اکسیژن، تمام این وضع دنیا خراب شده به خاطر انسان، به خاطر گناه انسان. حتی در رومیان که اینجا نوشته که تمام طبیعت درد و رنج میکشه، این چیزای زیباترین چیزایی که خدا برای انسان خلق کرده به خاطر گناه این دنیا الان فاسد شده. تمام هوا، تمام چهار فصل‌ها از بین رفتن. این کار انسانه، کار خدا نیست. پس زمانی که نگاه میکنیم به مکاشفه، اونجا میبینیم که خدا محبت است. اونجا میبینیم یک خلقت تازه. اونجا میبینیم که یک شیری هست با یک بره با هم اونجا بازی میکنن با هم دیگه. اونجا حیوانای وحشی وجود ندارن که بترسن. پشه هایی وجود ندارن، چون ما خون نداریم دیگه بیان جا گاز بزنن به ما. فقط نمیدونم، مطمئن نیستم مار فکر نمی کنه باشه اینجا. مار فکر میکنم یه سمبولی هست که خدا گذاشته که ما بدونیم که شیطان چه شخصیتی داره. فقط زمانی که نگاه میکنی به هر حال به پیدایش خدا چه باقی آماده کرده بود، و همینطورم به مکاشفه نگاه میکنیم خدا آخر چه کاری خواهد کرد، وسطش ما رو میبینیم که همه چی رو خراب کردیم. حتی این رو نگاه میکنیم میتونیم بگیم که خدا حتی در این طبیعتی که انجام داده خدا محبت هست، چیزی دیگه وجود نداره. واقعا به شما میگم کوچکترین برگ یک درخت در پاییز چه رنگ هایی داره. حتی خدا اینطوری فکر کرده زمانی که یک برگی، من میخوام، یعنی اینطوری فکر میکنم، این خدا رو اینطوری میشناسم، یک چیزی خلق کنیم که این بشریتی که ما خلق میکنیم عیسی یا مسیح، حتی بدونن در مرگ زیبایی داره. به این خاطر بگذاریم این خوش نشن، فقط رنگشون عوض کنن. و بعد از این میبینیم که از یک سبزی قرمز و نارنجی و اینطوری چیزهایی به وجود میاد. این کیست؟ این فکر و محبت خداست. بتونم بگم یه برگی نگاه میکنم میگم که
خدا محبت است، شکی نیست. آخر آلبرت، دنیا رو نگاه کن، مشکلات رو نگاه کن، وضع کلیسا رو نگاه کن، نمیدونم به خودت نگاه کن، ضعف خودت رو نگاه کن، میگم همه چی رو نگاه میکنم، به نتیجه میرسم خدا محبت هست. به این نگاه نمی کنم. و زمانی که میگم که خدا محبت هست، خدا و محبت با هم همخوانی دارند. محبت خدا مربوط به پاکیه، شفافیته، سرسپردگی، قدوسیت، عدالت، داوری، اینم محبت خداست. متوجه هستین؟ پس احساس اینطوری نیست فقط. همین اینها شامل محبت خدا می شوند. اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است. چطور؟ زیرا در آن هنگامی که هنوز ما گناهکار بوده ایم، مسیح به خاطر ما مرد. این شخصیت خداست، این سرسپردگی، محبت سرسپردگی خداست که خودش رو داد. این محبت، قدوسیتی که هفته گذشته که نسرین در اینجا صحبت کرده و یه چیزی که خیلی مهمه که ما متوجه بشیم که اساس محبت خدا قدوسیته. اساس محبت خدا قدوسیته. در عبرانیان باب 12:14 نوشته در پی سلامتی با همه بکوشید و تقدسی که به غیر از آن هیچ کسی خداوند رو نخواهد دید. پس میگه در مورد سلامتی باشین و همینطورم دنبال قدوسیت باشین. اینو نداشته باشین نمیتونین خدا رو اینجا ببینیم. و کتاب مقدس میگه که خدا مقدس باشین چون من قدوس هستم. درسته؟ به این خاطر محبت خداوند تایید قدوسیت خداست. اگر ذات خدا مقدس هست، محبت او باید محبت مقدسانه باشه. درسته؟ میگه من قدوسم. و همینطور ما شنیدیم خدا محبت هست. پس ذات خدا اگر واقعا خدا مقدس هست، پس محبت او باید محبت مقدسی باشد که ما را در آغوش می‌گیرد تا زمانی ما مقدس شویم. پس اینجا می‌خوام اینو درست اینطوری متوجه بشیم که در این محبت پاکی مطلقه، در این محبت عدالت مطلقه، همه چی کامل، شفافیت در این محبت و قدوسیت، یعنی هیچ چیز منفی وجود نداره. زمانی که ما معمولا ما میگیم عیسی مسیح بیا منو محبت کن، ما به این خاطر ما میگم که اینطوری احساس با احساس چیز میکنیم، نگاه میکنیم، میگه سه عیسی مسیح میاد حالا منو میخواد ما رو در آغوش بگیره، با این قدوسیت خودش میخواد ما رو در آغوش بگیره، چی میشیم؟ از بین میریم. فقط یه چیزی که خیلی عالیه که تو این چند مدت منم خیلی چیزا یاد گرفتم، همینطور کتابایی که میخونم که خیلی در موردش هم اینطوری فکر کردم، دیدم که زمانی که در مورد محبت صحبت میکنیم، فقط میگم که همینطور با تجربه های خودمون نگاه میکنیم، احساساتی،
بیا منو محبت کن، در آغوش بگیر و همین دعایی، هر چیزی که من میخوام خداوند به من در این دنیا بده، خداوند هر چیزی که من نیاز دارم به من بده، اون موقع ثابت میشه که تو محبت هستی. بعضی وقت هم خدا میاد میره و بعد از یه مدت هم دیگه ناراضی میشیم، دوباره یه چیز دیگه میخوام، دوباره یه چیز دیگه میخوام. خدا اگه واقعا خداوند فقط اقامت رو بگیرم، هیچ چیزی نمیخوام. بعد از اقامت چی میشه؟ خونه میشه، کار میشه، زن میشه، بچه میشه. بعد از این هزار تا چیزایی هست. دائما خداوند به ما میبخشه. فقط یک زمانی هست که خداوند با محبت خودش هیچ چیزی نمیبخشه. چرا؟ چون میدونه این محبت او همینطور ادامه بدی گم میشیم ما. اینم محبت خداست. در او عدالت، در او داوری هم هست. چون قدوسیت زمانی که تو اطاعتی کنچا نوشته، زمانی که چیزایی که قدس و لقداس هستن دست بزنی میمیری. پس محبت خداست که ما رو محافظت میکنه، که هیچ موقع به ما چیز بعدی بر نخوره. این محبت خداست که توش صبره، که صبر میکنه، صبر میکنه و ما رو آماده میکنه که به یک روز بتونیم بیشتر این حضور او رو، قدوسیت او رو دریافت کنیم. و خیلی چون خدا گفتم که مقدسه و همینطورم، یا خدا قدوسه و همینطورم خدا محبته، هر دوتا با هم حرکت میکنن. پس زمانی که این من اینطوری چیز میکنم، زمانی که میگه خدا من بیا، من باور میکنم تو محبت از میخوام دریافت کنم، و خدا که میاد، اولین چیزایی که ما متوجه میشیم قدوسیت اوست که شروع میکنه ما رو پاک کردن. فکرای منفی ما میبینیم، رفتارای منفی میبینیم، و زمانی که این چیزایی که الان به شناخت خودمون میرسیم و همینطورم ادامه میدیم و همینطورم باور میکنیم و توبه میکنیم، بازگشت میکنیم، راه رو مهیا میکنیم که وارد یه بخش محبت او بشیم، و اونجاست که او رو میچشیم. و این محبت روحانی هست که زندگی ما رو دگرگون میکنه، تبدیل میکنه. احساس رو به دست نمیاریم، تغییر شخصیت. و اونجاست میبینیم که محبت خدا به وسیله شخصیت در من شکل گرفته. گوش میکنین عزیزان؟ ما باید از این احساساتی رو بگذاریم کنار. من دنبال احساس نیستم، من میخوام عیسی رو در من ببینم. من میخوام شخصیت صفتهای خدا رو در من ببینم. برای این خلق شدم. و ما به این خاطر میگم خدا میگه که من شعله آتش هستم. و در عهد عتیق واقعا اگر تو عهد عتیق زندگی میکردم، واقعا خیلی میترسیدم از خدا، چون اونجا یک کار اشتباه بکنی بچ مردی، یه چیز رو دست بزنی که از خداوند باشه، که قدوس باشه، مردی. الان در زیر فیض خدا زندگی میکنیم، یعنی خدا الان فیض میبخشه. اشتباه میکنیم، خطاهایی میکنیم، چیزایی میکنیم، خدا الان دستشو گذاشته اونجا کنار، کشیده که به تو بر نخوره، تو نمیری. در زندگی سافیرا و همینطور هانانیاس دیدیم که چطور سکته قلب کردن و مردن. فکر میکنم سکته قلب کردن، برای هر ما مردن دیگه. به این خاطر دیده ما باید عوض کنیم در مورد محبت، در مورد دریافت کردن محبت. خدا هر چیزایی که الان هست توی افسوسیان باب 1 آیه 9 هم اونجا نوشته، چون که سر اراده خود را به ما شناسانید بر حسب خوشنودی خود در خود که در خود چیز کرده بود، عزم نموده بود. یعنی حتی خدا زمانی که سر خودش، راز خودش رو به ما نشون میده، خودش رو پنهان نمیکنه، بلکه خودش دوست داره بیاد خودش رو آشکار کنه. این نشون میده برای من که خدا محبت هست، دوست داره. این خدای ما عزیزان، چون محبت، دوست داره خودت رو به قوم خودش، به خلقت خودش آشکار کنه، دوست داره. و چون قدوسه،
به این خاطر باید ما رو آماده کنه که بتونیم تحمل کنیم و همه چی رو ور می‌داره روز به روز. یا شاید بعضی وقت هست که 6 ماه طول می‌کشه که تا ما رو آماده کنه که یک قسمتی، یک میلیمتری یا یک سنتیمتری نزدیک بشه، چیزایی دریافت می‌کنیم و اینجاست که زندگی ما دیگرگون میشه. و زمانی که در مورد عیسی مسیح که صحبت کردم، نمیخوام اینجا زیاد بگم دیگه، از یاد یا ما باور میکنیم او که پسر خود رو دریغ نداشت بلکه او رو در راه جمعی ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز رو به ما نخواهد بخشید. اینو که میخونم میتونم بگم خدا محبته. او که نگه نداشت برای خودش، خدای ما خدای خسیسی نیست. خدا میدونست قبل از آفرینش، میدونست ما گناه خواهیم کرد. قبل از آفرینش عیسی مسیح رو، یعنی مسیح رو آماده کرده بود که به بفرسه. و نه فقط این، بلکه بزرگترین هدیه‌ای که ما بعد از عیسی مسیح گرفتیم چی است؟ روح خداست. زمانی که نگاه میکنم الان در این از این قسمت نگاه میکنم، میگم که ما تولد تازه رو به دست آوردیم، پس میتونم بگم یعنی از روح خدا متولد شدیم. نتیجه چیه؟ خدا محبت است. اونقدر برای ما عادت عادی شده که ما تولد تازه رو داریم، تولد تازه رو داریم، فقط نمیدونیم از آن چی فکر میکنیم. یعنی روح خدای خالقمون در ما شکل گرفته، با روح ما یک شده و این روح به روح ما میگه که آلبرت، تو فرزند خدا هستی، حیات جاودانی رو داری، هیچ کسی نمیتونه تو رو از محبت من جدا کنه. پس به نتیجه میرسم، میگم الان حال من خوبه، حال من بده، جنگه، نمیدونم پوتین آمده چه کاری کرده، نمیدونم هزار تا چیزای اتفاق افتاده، کلیسا، وضع کلیسا چیه، به من هر چقدر مهمه برای من، فقط میگم که به این نتیجه میرسم خدا محبته. همه کارا رو خداوند کرده، عیسی مسیح رو فرستاده، همه کارا رو کرده که من با روح او متولد بشم. پس نتیجه خدا محبته. و دست بزنیم برای این. من آرزو دارم عزیزان، برای خودم، برای شما هم اینطور، دیدی که چشم از خودمون ورداریم، روز به روز باور کنیم، اعلام کنیم خدا تو محبت هستی. وضع من خرابه، من احساس نمیدونم دور شدگی میکنم، یا خونه ندارم، یا نمیدونم پاس ندارم، یا نمیدونم مشکلهای خانوادگی دارم، به همینطورم مریض، هر چیزی که باشه، این یه جداگانه هست. فقط اونجا اعلام میکنیم خداوند، شکی ندارم تو محبت هستی. تمام دنیا، تمام کارهای تو، تمام طبیعت، تمام چیز فریاد میکشن که خدا محبت هست. به این خاطر روی این ایستادم خداوند و میدونم این پسر خودت رو چی میگن دقیق نداشتی چقدر بیشتر به من خواهی داد، چون تو محبت هستی. روی این ایستادم. و زمانی که عزیزان ما شروع میکنیم این اعلام کردن رو، و اینم یک وردی نیست، ما میگیم من خودم رو دوست دارم، الان من خودم رو دوست دارم، نه این نیست که. ما به کتاب مقدس نگاه میکنیم، به کارهای خدا نگاه میکنیم، طبیعت خدا رو نگاه میکنیم و به اون نتیجه میرسیم که خدا محبته. به این خاطر اینو اعلام میکنیم، خداوند اعلام میکنم امروزم چون تو محبت هستی، ذاتت، ماهیت تو محبته، به این خاطر تو منو عاشقانه دوست داری. روی این حقیقت ایستادم. در هر موقعیتی، در هر فشاری هستم، هر چیزی هستم، باور میکنم به محبت تو. روی این محبت تو ایستادم خداوند، و همینطورم محبت تو که قدوسیت، او رو جستجو میکنم، باور میکنم. این اعلام کردن
توتیواری انجام نمیدی، با تمام دل انجام میدی. اونجاست که خدا شروع میکنه راه ها رو باز کردن. اون موقع هست که خدا شروع میکنه این صفت های خدا. خدا خدای خصیصی نیست. و زمانی که میبینی که تو خصیصی داری، تو هنوز خیلی چیزهای نگه میداری و شروع میکنی این این پرستش رو، شکر گذاری رو و اعلام کردن رو، این موقع هست که یواش یواش اون محبت خدا این قسمت‌های خصیصی تو رو ور می‌داره. می‌بینی که دلت دستت باز شده. این تجربه رو من کردم. من خیلی چیزایی نگه می‌داشتم، حساب می‌کردم. من برای مرد خونه باید نگاه کنم، فقط خیلی زیاد. نسرین در این قسمت خیلی پیشرفته تره. خیلی دستش بازه. خیلی چیزایی باید یاد می‌گرفتم. بعضی وقت میگفت چرا این کارو میشه، چرا این کاری، فقط دیدم که نه، قلبش بازه، بهتر میده. من میدیدم که قلب من سفته هنوز. بعد شروع کردم به چیز کردم، گفتم خدا من این قسمت من نمیتونم عوض کنم، فقط این دل بازی تو میگن، دست و دل بازی تو رو میخوام داشته باشم. تو همه چی رو دادی، منم میخوام مثل تو باشم. و شروع کردم، اعلام کردم، پرستش کردم و دیدم که این ملاقات با خدا چقدر یواش یواش دست منم باز کرد. دیگه من نیستم، بلکه اون شخصیت صفت مسیح است. و خیلی چیزهاست در این قسمت هایی که ما تبدیل میشیم عزیزان، مشخص میشه که خدا محبته. و این احساس نیست، بلکه شخصیت رفتاره و رفتاری که با همدیگه هم خواهیم داشت. متوجه هستین چی میخوام بگم؟ احساس میاد، فقط روی احساس من تکیه نمی کنم، روی شخصیت. چون همینطور که گفتم، اینطوری که قبل از این گفته بودم، در این محبت خدا مربوط به پاکی اوست، شفافیت، سرسپردگی، خوددوستیت، عدالت و داوریه. ما روبروی این چیزایی میشیم و این چیزایی هستن که زندگی ما رو دگرگون میکنه. و چقدر زیباست عزیزان، زمانی که دورانایی میگذرونی میبینیم که چقدر تو عوض شدی. و اونجاست درک میکنی که محبت خدا در تو قرار گرفته. و برای این خداوند ما رو برای این حیات دعوت میکنه که ما هم بتونیم واقعا دیگه نه، یعنی دیدمون یکم عوض کنیم در مورد این محبت، که روی احساس تکیه کنیم، بلکه روی ایمان، باور، اعتماد که پدر جان خدای خالق هستی و محبت هستی. دیگه از امروز به بعد هیچ چیزی دیگه اونجا اجازه نمیدم وارد بشه. شلوس آس. هر فکری هم میاد اجازه نمیدم، تو محبت هستی. و اینطوری هم خدا رو خوشنود میکنیم. و بعد از این هم اینجا که بگه که کیست که ما رو از محبت مسیح جدا سازد؟ سختی یا فشار یا آزار یا قطی یا اوریانی یا خطر یا شمشیر، نمیدونم هزار تا چیزایی میتونی اجاب، کیست که میتونه محبت ما رو از محبت خدا جدا کنه؟ امروز هم در این بخش تبدیلم اونجا صحبت کردم. این اصلا کلا نگاه میکنی میگه هیچ چیزی وجود نداره بین من و خدا یه شکافی به وجود بیاره. روح او با نفس او، نفس من یک شده، حل شده. هیچ کسی نمیتونه منو جدا کنه. برعکس، در همه این امور ما به چیزهای فراتر از پیروزی دست یافتیم به واسطه او که ما رو محبت کرد. زیرا یقین داریم که نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان، نه ریاست‌ها، نه چیزهای حال، نه چیزهای آینده، نه هیچ قدرتی در این دنیاست و هر جایی که هست، و نه بلندی و نه پسی و نه هیچ چیزی دیگه در تمام خلقت قادر نخواهد بود که آلبرت رو، یا میتونی اسم خودت رو اونجا بذاری، از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح هست
جدا سازد. شلوس آوس. آمین. به این خاطر میخوام امروز هم فقط بگم این چیزی که خودم زندگی میکنم، در خودتون در این محبت خدا نگه دارین. هر جایی که هستین اول باور کنین. این باور مهمه. بدون ایمان نمیتونیم خدا رو خوشنود کنیم و چیزایی دریافت کنیم. باور کنیم، اعتماد کنیم خدا محبت است و همینطورم روی این زندگی ما بنا کنیم و همینطورم زمانی که خدا رو جستجو میکنیم در هر موقعیتی که ما زندگی میکنیم، در کاری هست، مدرسه هست، هر جایی که ما هستیم، باور کنیم که خدا کار خودش رو در تو انجام میشه. برحال جستجو کردن خدا مهمه، کلام خوندن مهمه و تعلیم پذیری اینطوری چیزایی هستن که مهمه که ما یاد میگیریم. بقیه کار رو بگذاریم خدا انجام بده. آخر میخوام هم اینطور یک دعایی بکنم، این دعایی که پولس کرده برای افسوسیان، کلیسای افسوس، و ما هم توی سرودم خوندیم. این دعا رو میخوام بکنم برای همه ما. منم اینجا هستم که در افسوس باب 3 از آیه 14 میگه که از این سبب زانو میزنم نزد آن پدر که از او هر خانواده‌ای در آسمون و بر زمین مسمى میشود. الان بر حسب دولت جلال خود. خداوند این دعا رو میکنم، همین پولوسی که 2000 سال پیش برای کلیسای افسوس کرده. خداوند ما دعا میکنم خداوند این دعا رو بشنوی و چون تو محبت هستی این دعا رو بشنوی و در زندگی ما زنده کنی خداوند. چون این دعا در روح پدر جان انجام شده که بر حسب دولت جلال خود پدر به همه ما عطا کنی که در انسانیت باطنی خود از روح تو به قوت زورآور شوید. بر حسب دولت جلال خود خداوند عطا کنی که در انسانیت باطنی ما از روح تو به قوت زورآور شوید تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود، کلیسای آلفا میگا، و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنی که عرض و طول و عمق بلندی چیست و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است تا پر شوید تا تمامی پری خدا. الحال او را که قادر است، عزیزان، کلیسای آلفا اومگا و همینطورم برادر خارجی هر جایی که هستین، الحال او که قادر است که بکند بی نهایت زیادتری از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم بر حسب آن قوتی که در ما عمل می کند، مرا او را در کلیسا و در مسیح عیسی تا جمیع قرنها تا ابدالآباد جلال باد. آمین و آمین. پیشنهاد